دوستان و عزیزان خوش آمدید میگم به هشتمین برنامه از برنامه سبک زندگی اسلامی با موضوع زندگی بعد از تولد. در این برنامه با ادامه برنامه گذشته که در مورد عوامل خجالت زدایی در اطفال و کودکان و چگونگی دفع خجالت زدگی از اطفال که در جلسه گذشته به صورت مقدمه عرض کردم و اینک در ادامه این بحث خدمت شما خواهیم بود. حالا در عوامل خجالت زدگی کودکان چه عواملی سبب میشه که کودک در محیط خانواده و در طول عمر یک کودک خجالت زده به بار بیایه و چه عواملی است که اینها رو میتونیم که خجالت از بین ببریم و چه عواقبی داره که کودک گرفتار این خجالت زدگی خود میشه. اولین مورد از عوامل وجود و ایجاد خجالت در کودک و طفل خانواده محیط خانواده. ما در محیط خانواده باید یک محیطی آزاد و سالمی ایجاد کنیم که این کودک از چندین موارد از موارد خجالت گرفتگی نجات بیابه. اولین بار اینه که ما پدر و مادر در داخل خانواده به کودک و ذهن کودک ارتزاق کنن که ای طفل، ای فرزند، تو یک در یک محیط آزادی قرار داری. در این محیط آزاد تو بری هر موارد آزادی. ما از کودک 2 ساله و 3 ساله توقعی ایر نداشته باشیم که این کودک در همه موارد با ادب باشه، با تربیت باشه، اخلاق زیبا داشته باشه. نه، او پله مقدماتی و اولین پله است که کودک قدم میگذاره و او کودک احساسی آزادی زندگی در داخل خانواده بکنه. یعنی چی؟ اگر در همون محیط خانواده از پیش کودک یک ظرفی میشکنه، نباید توبیخ کرد، نباید تهدید کرد، نباید از عوامل خشونت و تهدید برای کودک استفاده کرد. اگر در همین سن و سال 2 سالگی و 3 سالگی از پیش کودک یک حرفی از دهان بیرون میشه که سبب آزار و اذیت روحی شما شاید بشه، ولی شما نباید از همچون چهره خشونت و تهدید آمیز برای کودک استفاده کنیم. او در مرحله قرار داره که نیاز به مهربانی، به لطافت، به اخلاق بسیار نرم پدر و مادر داره، نیازمند چنین برخوردیه. ولی محیط خانواده محیطی است که باید آزاد بگذاریم، آزاد بگذاریم که به هر جا دوست داره باید با خود همراه ببرین، آزاد بگذاریم وقتی داخل یک فروشگاه میریم که لوازمی بازی بری و بگیریم، بگذاریم که او در همون فروشگاه آزاد خودش انتخاب کنه وسیله بازی خود خور. کودک آزاد، این موارد آزادی در داخل خانواده سبب میشه که کودک خجالت زده به بار نیاید، این کمر خجالت میشکنه این موارد. لذا محیط خانواده و برخورد و زندگی و ارتباط بین زن و شوهر یعنی پدر و مادر این تأثیر داره برای زندگی عدم خجالت در بر کودک و زندگی کودک از خجالتی نجات میده. یا اینکه کودک مهمان میاد در داخل خانواده، کودک اگر حرفی برای مهمان میگه، اگر کودک برخوردی با مهمان میکنه، اگر کودک در روبروی مهمان یک حرکت غیر متعادل انجام میده، نباید با برخورد بسیار بد و خشونتبار استفاده کرد، بلکه با اخلاق مهربانی و با کودک ارتزاق کنیم به ذهنی که تو آزادی، محیط امنی کودک خانواده. وقتی کودک در داخل خانواده امنیت کامل نداشته باشه و آزادی کامل نداشته باشه، در بیرون همچون فضا و همچون سیستمی برایش آماده نیست. مسئله بعدی تحقیر نکردن کودک که ربط به همین موضوع میگیره. در هیچ موردی پدر و مادر در همین سن و سال حقی تحقیر کودک را ندارن. در پیش کی؟ در پیش خود، در پیش پدر، در پیش برادرانی او، در پیش خواهرانی او، بدتر از او در پیش یک مهمان، یک مهمانی که کودکانی هم سن و سال داره و اینها میان در خانواده، حق تحقیر به هیچ وجه پدر و مادر برای کودک ندارن. کودک باید احساس آزادی و احساس امنیت و احساس آرامش، آزاد باشه برای تمام بازی ها، آزاد باشه برای تمام موارد، آزاد باشه برای تمام حرکات. لذا حق تحقیر برای کودک پدر و مادر ندارن. و همچنان تحمیل ارتباطات اجتماعی
مثال برای کودک نمیتونیم بگیم تو با فلان کودک همسایه ارتباط نگیر، تحقیر میکنیم. مثلا فلان وسیله خوش داره، بگو وسیله اصلا برای تو نمیگیریم، تو حق لیاقت او وسیله نداری. این موارد در به کودک انتقال ندین. این موارد کودک میبینه، با دیدن کودک این صحنه نباید ما به کودک انتقال بدیم. رضا کودکر از تحقیر نکردن برای از او یاد بدیم، و کودکر از تحمیل نکردن برای او تزریق کنین، که کودک احساس کنه که من تحقیر نمیشم و هیچ موردم به من تحمیل نمیشه که من این کار بکنم و این کار نکنم. در سن 3-4 سالگی و 5 سالگی کودک تحمیلی نباید باشه. آزادی، او آزادی سبب میشه که کودک آزادی اندیشه به بار بیاره، آزادی اخلاق خانوادگی کسب کنه. بعد از سن 7 سالگی تابعی فرمانهای پدر و مادر میشه، تابعی فرمانهای بزرگ خانواده میشه. مسئله بعدی، با کودک نمایش بازی کنید در همین سن سال. یعنی چی؟ پدر و مادر حق دارن، اگرچه که پدران بیشتر مصروف در کارهای بیرون از خانواده هستن، از خانه هستن، ولی پدر مسئولیت داره که برای فرزند خود روزانه چند ساعت وقت بگذاره فقط با کودک بازی کنه. چی بازی؟ هر بازی که کودک دوست داره. بگذاریم کودک ها زیرک بار بیاین، بگذاریم کودک ها با ذهنیت باز و خوش طبیعت و بازیگر بار بیاین، که در اخلاق اجتماعیشون بعد از 7 سالگی با مشکل گیر نکنند. بگذاریم بازی کنین، اسباب بازی اون بیارین، با کودک فوتبال کنین، توپ بازی کنین، اسباب بازی هایی که بیرون از خانواده هست، در داخل شهرک بازی هست، با اونها با کودکان بازی کنین، دویدن کنین، سبب شادی روحیه کودک بشیم، سبب خنده کودک بشیم. اینها عواملی است که کودک از او مسئله خجالت زدگی بیرون میکشه و قوت میده به کودک، که دیگه میگه احساس میکنه که من تحقیر نمیشم که خجالت زده بار بیام، تحمل نمیشم که دیگه خجالت زده بار بیام. دیگه خانواده می خانواده خشنی نیستن، خانواده فرهنگی هستن، خانواده علمی اجتماعی هستن، لذا خانواده می خانواده مهربانی هستن. این عوامل سبب میشه که کودک اجتماعی با ذهنیت باز، با آزادی خانوادگی و آزادی زندگی به بار بیایه. مسئله بعدی، مسئله رفتن کودک در فضای مذهبیه. مسئله که جامعه ما مشکلات بسیار بزرگ به این مسائل دارن. کودک در مسجد، آیا کودک نباید در مسجد بره؟ برعکس، کودکان در مسجد برند. با کی؟ در نماز با پدر مادر، با پدران خود در نماز برند. پدران سبب بشن که کودکانشون با اونها بره به مسجد. چرا؟ میبینن کودک. گفتیم تا سن 7 سالگی کودک فقط میبینه که پدر چی کار میکنه. در با دیدن کودک، با حرکات پدر کودک آشنا میشه. بعد از سن 7 سالگی دیگه کودک علاقمند میشه و عادت میکنه با پدر همیشه به مسجد بره. به چه شرایطی به مسجد بره؟ درسته بعضی ها مخالفت میکنن که کودک به مسجد نیه. کودک شرایطی رفتن کودک به مسجد باید رعایت بشه، کودک تمیز باشه، اطمینان از مسئله بول کودک داشته باشه پدر، مسئله مسائل نجاست کودک باید مد نظر گرفته بشه که در فضای پاک قرار میگیره ببرن. اما کودک در فضای مسجد شاید بازی بکنه، شاید بدو بدو بکنه، شاید به کتف پدر بالا بشه در جای نماز، اما برخورد خشین نمازگزاران با کودک نباید اتفاق بیفته. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان نماز خود میدیدیم که حضرت امام حسن، امام حسین رضی الله تعالی عنهما، اینها در کتف مبارک بلند میشد، بالا میشدند، و تا زمانی که اینها از کتف مبارک پایین نمیشدند، مبارک سر از سجده بلند نمیکرد که مبادا سبب آزار و اذیت دو فرزند و نوه خود بشن. نگاه کنید، حتی در نماز پیامبر، هیچ نمازی ما از نماز پیامبر بیشتر نیست، ولی در همون صحنه با بیشترین شخصیت جهان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشن، با کودک ها چی رفتار رو برخورد میکردن در صحنه عبادت. لذا کودکان ما در مسجد با پدران برند تا سن 7 سالگی با رعایت نظافتشان. بعد از سن 7 سالگی، چون قبل از سن 7 سالگی دیدن که پدران چیکار میکنن، دیدن که نمازگزاران چیکار میکنن، فضای معنوی مسجد احساس کردند،
لذا بعد از سن 7 سالگی به شکل یک عادت، بعد به صورت یک وظیفه و یک فرض بعداً به اونها تلقین میشه و این موارد در رعایت میکنن و به فضای معنوی مسجد آشنا میشن. لذا در فضای مذهبی، در فضاهای مراسم فرهنگی مذهبی، مراسم دینی و معنوی کودکان با خود ببرین و موارد در ببینند مجالس قرآنی، حتما کودکان به مجالس قرآنی با خود ببرین، هم از فضای قرآن میبینن و هم از زمزمه قرآن میشنوند و تأثیر مثبت معنوی در ذهن و روان کودکان ایجاد میشود. اینک برنامه سبک زندگی اسلامی در 8 برنامه قرار داریم و ادامه موارد در زندگی بعد از تولد در جلسه بعدی تقدیم شما خواهیم کرد و موضوعاتی هم که مرتبط با همین موضوع در جلسات بعدی تقدیم شما خواهیم کرد. تا جلسه بعد شما رو به الله پاک می سپاریم. الله یار و مددگار شما.